تمام شخصیت های اجتماعی، مشان اقوام و قبایل، سرمایداران و تجاران ملی، روحانیون، گروه های مسلح مخالف داخل کشور، شخصیت های سیاسی و اجتماعی واقعی بین در خارج از کشور و سران احزاب اعتدالی اسلامی مقیم در پاکستان و ایران را احتوا می کند. باز هم تکرار می کنم که سران گروه های مسلح مخالف در داخل کشور به خاطر این که کشور خود را ترک نکردن مورد احترام ما می باشد و در اداره ائتلافی کشور سهم و مقامشان نسبت به سایرین بیشتر و بهتر خواهد. شماست بیایید و توضیح بدهید که شما چی می خواهید. بیایید و به خاطر اهدافتان تلاش کنید، اما صرف از طریق صلح‌آمیز. آیا شما از آمدن نزد مردم بدون سلاح حراس دارید؟ شما برای مردمتان به جز وعده جنگ علیه آنها چی را پیشنهاد می کنید؟ اگر شما اهداف و پلانهای خیش را دارید، مردم چرا باید به خاطر این اهداف خود اهداف شخصی خونشان را بریزند؟ ما حاضر هستیم با شما تمام مسائل را و من جمله مسئله شرکت شما را در حکومت ائتلافی بررسی نماییم. اگر شما افغان هستید، پس بیایید مسئله حکومت افغانستان را بین افغانها در افغانستان بررسی کنید، نه با نمایندگان دول خارجی در کشورهای خارج. کی به جز از افغانها که یک جا با کشور خیش تمام دشواری ها، آزمون ها، تمام خوشی ها و اندوهای ایجاد جامعه نوین را متحمل شدن، می تواند راه های رشد و آینده آن را تعیین نماید. دیگران نمی توانند آنچه را که هر افغان درک و احساس می کند، یعنی درد و عشق با وطن بلا کشیده خیش، ماتم فرزندان شهید خود، امیدها به خاطر آینده درخشان کودکان را درک نماید. ما انتظار صلح را می کشیدیم زیرا حق زندگی اولین و مقدمترین حق انسانی است که باید برای هر افغان تضمین گردد. برای ما صلح لازم است تا فرهنگ باستانی خیش را حفظ نماییم. عنانات پر افتخاری که مایه غرور پدران و نیاکان ماست هرچی بیشتر غنا یابد. بخصوص در مطابقت با این عنانات، ما میخواهیم افغانستان را به مثابه دولت دارای حاکمیت غیر منسلح، آزاد و واحد مشاهده نماییم. ما میخواهیم تا در فضای صلح و دوستی با همسایگان خیش با تمام خلقهای صلح دوست جهان زندگی نماییم و زندگی خواهیم نمود. هموطنان عزیز، دولت جمهوری افغانستان در مذاکرات ژنو از ابتدا به مسئله عودت مهاجرین جای مهمی را قائل بود و به خاطر آن سعی و تلاش می‌ورزید تا مهاجرین افغان به طور صلح‌آمیز و شرافتمندانه به وطن خود عودت نمایند. بخصوص بعد از اعلام مشی مصالحه ملی فرامین متعدد صادر کردیم تا مهاجرین عودت کننده از آن استفاده نمایند. اکنون هم این فرامین نافذ است و استفاده نمایند. عودت کنندگان می توانند از فرمان 6 ماه تعجیل از خدمت مکلفیت عسکری، عفو مالیات زمین، عفو مالیه دکانها، عفو مالیه تجارت انفرادی، عفو مالیه شرکتها و جرائم مربوط آن، فرمان در مورد استرداد ملکیتهای عودت کنندگان، فرمان عفو قروض بانک زراعتی دهقانان و کود کیمیاوی و تخم بذری، ماشین های آلات زراعتی و سایر محصولات، مالیات، جرائم و تکس های دولتی که همه برای مهاجرین عودت کننده معاف کردید است و سیان استفاده نمایند. به اطلاع متنان مهاجر ما باید رسانیده شود که دولت جمهوری افغانستان تدابیر لازم را اتخاذ نموده تا در جریان عودت مهاجرین به ایشان کمک صورت گیرد. بدین منظور در سطح وزارت اداره امور عودت کنندگان ایجاد گردیده است و اداره مذکور در نقاط مختلف کشور نمایندگی های خود را برای پذیرش شما مهاجرین تأسیس نموده است. تمام این اقدامات با حکم مسئولیت برادری افغانی بوده تا مهاجرین افغان در اثنای بازگشت از آنها استفاده نمایند. برای ما به عنوان فرزندان با احساس این مرز و بوم رنجاور است که بنابر اختلافات ناشی از برخورد با جریانات و حوادث خونینی که با سوی استفاده دشمنان از اوضاع انقلاب سعود سازمان یافت، عده‌ای از وطنداران ما در کشورهای دیگر آواره شدند.
چقدر سنگین و دشوار است که برادران به خون برادران دست بیالایند و حرمت برادری به کینتوزی مبدل گردد. با چنین درک از لحظه کنونی سعی فراوان به خرج داده ایم تا با استفاده از امکانات ملی و بین المللی زمینه های وسیع بازگشت افغانان بی پناه شده را به وطن آباییشان آماده سازیم. ما صرف در حدود امضای اسناد ژنو اکتفا نمی کنیم. ما مردان عمل هستیم، پیش می رویم و آغوش خود را بروی تمام وطندارانی که در تاریکی سوی تفاهمات و یا فتنه افکنی دشمنان از ما جدایی اختیار کردن گرمتر و فراختر می گوشاییم. باید وطنداران دور از وطن از شخصیت های بیگانه به دامن وطن که بوی مادر و آرامش گهواره را می دهد برگردن. ما به حیث خدمتگزاران فروتن کشور حاضریم، امکانات و تسهیلات میسر را در اختیار شما برادران خود که سالهای زیاد دور از مهر و محبت وطن را سپری کردید بگذاریم. برای تامین وحدت ملی و اخوت اسلامی به منظور رهایی از عذاب جانکاه جنگ برادرکشی و به خاطر ارضای روح نارام و پریشان آن افغانهای وطن پرست که از خون و عشق روزگاران گذشته داغ دیدند، حاضر به هر گونه گذشت مسامحه و رعایت می باشید. آن از وطنانی که در طول سالهای گذشته از ما دور مانده و اکنون در نتیجه توافقات ژنو می خواهند به کشور برگردند، ولی بنابر علل و زلجیش قطعات قوای مسلح ما را در مناطق سرحدی محل سکونت خود باعث تخریش برای خود می دانند و در عین حال دشمن نیز تبلیغات می کند که گویا با موجودیت قطعات قوای مسلح عنانات و رسوم ساکنین ولسوالی های مذکور زیر پا می گردد، به منظور رعایت عنانات و رسوم اقوام قبائل و ساکنین ولسوالی های سرحدی دولت آماده است جهت رفع تشویش و تخریششان مناطق فارغ از موجودیت قوای مسلح را که تا دیروز بنابر مداخله و تجاوز از خارج و جلوگیری از کاروانهای اسلحه در خط نزدیک به مناطق سرحدی قرار داده شده بود مورد مطالعه قرار بده. بالمقابل هموطنان عودت کننده در مناطق فوق ذکر نیز وظیفه دارند تا با نیروهای مسلح مخالف اجازه ندهند تا از مناطقشان علیه صلح و امنیت فعالیت صورت گیرد. دولت آماده است اقوام و قبایل و ساکنین ولسوالی ها و علاقداری های سرحدی را نه تنها در تعیین ولسوال ها و علاقدارها از بین خودشان کمک نماید، بلکه در تشکیل ملیشاهای سرحدی قطعات قومی و تسلیحشان به منظور تامین امنیتشان همه جانبه مساعدت نماید. البته هر زمانی که قوت های محلی ولسوالی های مذکور به خاطر مقابله با گروه های تخریبی و ضد صلح و کمک ضرورت داشته باشند، دولت قطعات و جزتام های خود را به مناطق مذکور برای کمک و تامین امنیت اعزام خواهد کرد. فکر می کنم این امکان باید برای تمام نیروهای مهاجر ما تشویق کننده و تصمیم گیرنده بوده و مثال روشنی از حسن نیت و احساس برادرانه ما باشد. امروز تمام جهان به سوی افغانستان نگاه می کند. ما اولین کسانی بودیم که چون این گام تاریخی را که نه تنها برای ما بلکه برای خلقهای تمام سیاره زمین لازم است برداشتیم. مردمان جهان ثمرات سیاست مصالحه ملی را دیدن. صلح در افغانستان سهم بزرگ مردم افغانستان در دایره صلح جهانی است و از این رو ما مسئولیت عالی را نسبت به سرنوشت صلح در تمام سیاره زمین با عهده گرفتیم. مردم افغانستان در مبارزه خیش تنها نبود. کمک های عظیم و بی‌غرضانه دوست و متحد ما مردم شوروی که فرزندان آن یک جا با فرزندان ما از افغانستان دوست داشتنی ما دفاع کردن برای همیشه در خاطره مردم ما جاودان خواهد بود. دوست بزرگ ما به خاطر بذل کمک در دفاع از انقلاب ما یک جا با مردم افغانستان تمام مصائب و قربانی های تلخ را متحمل شدند. توافقات ژنو حاکمیت افغانستان را تضمین می نماید و از این رو قوای دوست انقریب به وطنشان عودت خواهند نمود. این تصمیم به توافق رسیده حکومت افغانستان با اتحاد شوروی است. ما از دیر زمان بدین سو اکثرا می گفتیم
که با رفع خطر برای حاکمیت افغانستان قوای شوروی به وطن خیش عودت خواهند نمود. اکنون تمام جهان می توانند معتقد شوند که شوروی برای کمک به مردم افغانستان آمده بود و اکنون ما به وعده خیش وفا می کنیم. ما سپاس قلبی خیش را به سرمنشی سازمان ملل متحد جلالت مآب پرز دو کوگلار و با آقای دیو کردویس نماینده خاص آنها ابراز می نماییم. نقش و اعتبار سرمنشی ملل متحد تلاش های بیغرضانه و صلح آفرین وی در نزدیک ساختن این روز بزرگ و سرور آور برجسته بوده است. یقین کامل داریم که سازمان ملل متحد با طرح‌ریزی پروگرام وسیع کمک های بازسازی افغانستان از طریق مؤسسات مختلف سازمان ملل متحد جمهوری افغانستان را کمک می نماید. ما در انتظار نماینده خاص سازمان ملل برای کمک های اقتصادی به جمهوری افغانستان می باشیم. ما دلایل آن را در دست داریم تا سپاس خیش را به حکومت ایالات متحده آمریکا نیز ابراز نماییم. بگذار این روز یعنی روز صلح با اولین روز در تاریخ جدید مناسبات متقابل ما با پاکستان مبدل گردد. امیدهای ما، آرزوها و مسائی ما برای تمام جهان علنی و آشکار است. ما خواهان صلح و شکوفایی در خانه خیش هستیم. ما خواهان زیستن در صلح و دوستی با تمام خلق هستیم. ولی صمیمانه‌ترین آرزوی ما زندگی در فضای دوستی با همسایگان است. بگذار دعوت من را که اکنون در کابل بر پایتخت کشور باستانی و اسلامی ما تنین انداز است، همسایگان ما یعنی کشورهای اسلامی پاکستان و ایران استماع نمایند. دوستی افغان و هند دارای پایه‌های مستحکم است و در آینده نیز در جهت تعمیق و استحکام خود رشد خواهد نمود. ما با داشتن روابط و مناسبات نیک و متقابل مفید با جمهوری مردم چین باعث یک کشور سوسیالیستی آرزومند می باشیم. ما علاقمندی جدی بیبود مناسبات و توسعه روابط با تمام کشورهای اسلامی، کشورهای عربی و خلیج و تمام کشورهای جهان اعم از کشورهای سوسیالیستی و سرمایه‌داری می باشیم. ما افغانها که ارزش جنگ و صلح را درک نمودیم، از همسایگان خیش دعوت می نماییم تا دستان ما را که به سوی آنها دراز نموده ایم بفشارند. تمام جهان می بیند که این دستان باز بوده و در آن سنگ و اسلحه وجود ندارد. ما آرزومند هستیم که خلقها و دول جهان مسائی من را درک می نمایند. پشتیبانی جوامع بشری به خصوص که اکنون گل سال در سرزمین افغانستان شکفته است، اهمیت خیلی عمده را کسب می نماید. به نمایندگی از مردم افغانستان، ما تمام جوامع بشری را دعوت می نماییم تا این گل سال را حفظ نموده و از آن دفاع نمایند. خلقهای تمام جهان باید بدانند و بیاد داشته باشند که سال در سرزمین افغانستان عبارت سال برای تمام مردمان سیاره زمین است. بگذار صلح در سرزمین افغانستان جاودان باشد و بگذار آسمان سیاره ما همیشه نیلگون باشد. تشکر بزرگ.